جنبش مشروطه ایران از سال 1905 تا 1911 میلادی در دوران پادشاهان قاجار اتفاق افتاد که نتیجه آن تشکیل پارلمان یا مجلس شورای ملی و اولین قانون اساسی ایران بود. مشروطه در فارسی اول به معنی کاغذی بود که روی آن دستورها را می نوشتن و بعداً به معنی قانون استفاده شد. جنبش مشروطه ایران هم به معنی اتحاد و مبارزه ایرانیان برای مخالفت با دیکتاتوری پادشاهان قاجار و داشتن کشوری مدرن، سکولار، با پادشاهی پارلمانی بر پایه دموکراسی در آن زمان. در جنبش مشروطه ایران تمام مردم ایران از هر شهر و دسته و طبقه جامعه شرکت داشتند، زیرا از اوضاع آن زمان خسته شده بودند، مثل اذیت و آزار شاهان قاجار، فساد و بیقانونی در حکومت و کشور، گرسنگی، نداشتن نان برای خوردن، دخالت و سوء استفاده کشورهای خارجی از مردم و امکانات کشور مثل کشاورزی، منابع طبیعی، نفت، جواهرات و حتی گرفتن قسمت‌هایی از کشور ایران که می‌توان به دو نمونه قرارداد گلستان و ترکمنچای اشاره کرد. اتحاد و مبارزه مردم باعث شد که فرمان مشروطیت در 30 دسامبر 1906 نوشته شود و مظفرالدین شاه قاجار مجبور به امضای آن شد و با پارلمان یا مجلس شورای ملی و شرکت مردم در سیاست و حکومت موافقت کند. بعد از مرگ مظفرالدین شاه، محمد علی میرزای قاجار شاه ایران شد و با فرمان مشروطه مخالفت کرد و دستور داد کلونل لیاخوف، فرمانده قزاق، به پارلمان یا مجلس و مدرسه‌ای به نام سپهسالار در 23 ژوئن 1908 حمله کند و با توپ ساختمان را خراب کند که باعث کشته شدن مردم شد. همین مسئله باعث شد که مردم ایران در شهرهای مختلف مثل تبریز، اصفهان، گیلان، تهران شروع به مبارزه و جنگ با شاه قاجار را آغاز کنند که با پیروزی جنبش مشروطه به پایان رسید.